بازداشت یک نفر در ایران با این اتهام که به مقامات در حوزه جمعیت مشورت غلط میداده. تا کجا در حوزه جمعیت میشود مشورت غلط به کشوری داد و چطور یک کشور میتواند برنامه های جمعیتیش را درست تنظیم کند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. ایران یک پژوهشگر حوزه جمعیت را به اتهام نفوذ بازداشت کرده است. خانم میمنت حسینی چاوشی که ایرانی استرالیایی است، استاد جمعیت شناسی و محقق در دانشگاه ملی استرالیا است. به او گفته شده تنها حق دارد از میان 20 وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه که برای اتهامات امنیتی تعیین شدند، یکی را انتخاب کند. او هنوز وکیل ندارد و جزئیات اتهام و پرونده‌اش روشن نیست، اما بازداشت او کافی بود که مشخص کند بحث جمعیت برای ایران دیگر از حد توصیه رهبر جمهوری اسلامی و تلاش برای حذف امکانات برنامه‌ریزی بارداری گذشته و وارد فاز امنیتی شده. رهبر ایران میگوید ایران باید جمعیتی حدود 150 میلیون نفر داشته باشد و کم ماندن جمعیت ایران همسو با خواسته دشمنانش است. طرح‌های کاهش جمعیت که بعد از جنگ در ایران آغاز شد، نرخ رشد جمعیت را به کمتر از 2% رساند. حالا در سال‌های اخیر علی‌رغم تغییر سیاست‌ها در این زمینه، نرخ رشد جمعیت همواره کمتر شده و بر اساس آخرین آمار به 1.1 رسیده. این نرخ کماکان باعث افزایش جمعیت است، اما نه با شتابی که حکومت می‌خواهد و بعضی حتی نگرانند تا کمتر از 20 سال دیگر رشد جمعیت ایران منفی شود. چرا جمهوری اسلامی نگران جمعیت است؟ چرا طرح‌های افزایش جمعیت جواب نداده؟ چقدر می‌تواند کم شدن میزان رشد جمعیت ایران این کشور را با مشکل روبرو کند؟ و مهمتر از همه اینها، ایران اصلاً گنجایش چه جمعیتی را دارد؟ در برنامه امروز 4 مهمان داریم: سعید مدنی، جامعه شناس از تهران، اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست از تورین ایتالیا، مرتاد درویش‌پور، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم از همین شهر، و فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی از پاریس با ما هستند. خوش آمد میگم به هر 4 مهمان برنامه. آقای مدنی، از شما میپرسم چرا مسئله جمعیت الان به یک مسئله جدی در سیاست‌های جمهوری اسلامی بدل شده؟ خب برای پاسخ به سوال شما باید اشاره کنم به اینکه سیاست جمعیتی در واقع بعد از انقلاب و به طور مشخص از ابتدای پیروزی انقلاب تا بعد از جنگ و در پایان جنگ مبتنی بود بر مسکوت گذاشتن در واقع هر گونه برنامه تنظیم خانواده و جمعیت، و به همین دلیل هم در پایان جنگ رشد بسیار قابل توجهی وجود داشت. بعد از اون در واقع سیاست کنترل جمعیت در نظر گرفته شد و تا حدودی اجرا شد. در کنار این سیاست ها به طور مشخص وضعیت اقتصادی اجتماعی هم به نحوی پیش رفت که بسیار سریعتر از اون که پیش بینی میشد رشد جمعیت کاهش پیدا کرد، و میشه گفت که برخلاف سیاستهایی که رسمی که در نظر گرفته شد، جمعیت در سن باروری رفتار کاملا متفاوتی رو نشون دادن. به این اعتبار در واقع میشه گفت که سیاستهای جمعیتی که در نظر گرفته شد نتونست محقق بشه. البته در حوزه‌های دیگه هم سیاستی در نظر گرفته شد که هیچ وقت یا لااقل تا این لحظه محقق نشده، و اون هم مسئله است. ولی به طور مشخص نگرانی مسئولان نظام از این بود که برخلاف سیاستی رسمی اعلام شده و توصیه‌های مقامات مملکتی و همینطور مراجع مذهبی به افزایش جمعیت، جمعیت جوان از پاسخ به این سیاست ها خودداری کرد و رفتار کاملا متفاوت رو در پیش گرفت که همونطور که گفتید ما رو رسونده به یک نرخ رشد بسیار پایین که میتونه در آینده تبعاتی داشته باشه. آقای خاوند، دلیل این رفتار نسل در حال باروری چی هست؟ چرا
علارغم تلاش و تبلیغاتی که صورت میگیره آقای خاوند، اونها نمیرن به سمت فرزندآوری بیشتر؟ ببینین، در مورد اینکه آهنگ رشد جمعیت در ایران کم شده و اینکه زنها در آستانه انقلاب یا حتی در یکی دو سه سال بعد از انقلاب حدود 6 تا 7 بچه متولد می‌کردند و در حال حاضر برای هر زن تعداد بچه‌ها به 1.6 رسیده، 6% 1.6 فرزند رسیده، داده های بسیار مختلفیه. در هر حال جمعیت شناسان این رو یک انقلاب بزرگ در تاریخ جمعیت شناسی میدونند و برای ایران این مسئله خیلی خیلی اهمیت داره. دلایل زیادی ذکر میشه که یکی از اونها اینه که سطح سواد زنها بالا رفته و این پروسه‌ای هست که از قبل از انقلاب در ایران آغاز شده بود و شمار باسوادان زن به خصوص و همینطور مردها البته، یکی از عوامل این هست که رشد جمعیت تعداد بچه ها برای هر زوج کم میشه. ببخشید من میخوام همینجا صحبتتون رو قطع کنم، روی این موضوع یه مقدار تاکید بکنم، چون این مسئله هست که دائما توی تحقیقات تکرار میشه، این که سطح باسوادی زنان افزایش قابل توجهی داشته و بنابراین تعداد در واقع رشد جمعیت کم شده. دکتر حبیب‌الله زنجانی استاد جمعیت شناسی هم دقیقاً یه تحقیقی کردن سال 91 و همین رو گفتن، گفتن دلیلش این هست. ممکن شما توضیح بدید برای ما چرا اینطور است؟ چون خیلی جاهای دیگه زنان دنیا باسواد هستن ولی انتخاب میکنن که بچه بیشتری هم داشته باشن، چرا در ایران این اتفاق نیفتاده؟ بله، یکیش البته اینه که عرض کردم و این به هر حال مهمه، چون پیش از اون این مسئله وجود داشت که در یک جوامع سنتی و مذهبی این فکر هست که هر آن کس که دندان دهد نان دهد و تکیه به ماوراء الطبیعه بسیار بسیار زیاده. جامعه شناسان به خصوص در فرانسه که مسئله کاهش شدید جمعیت در ایران رو بررسی کردن، معتقدند که ایران به طرف لایسیته جامعش پیش میره. در واقع مقداری عقب نشینی افکار و عقاید مذهبی است حتی در دهات، و این کمک کرده به اینکه اونها فکر کنن اگر بچه‌ای بیارن این ماوراء الطبیعه نیست که به اونها نون میده، و این نان دادن به بچه‌ها و تربیت اونها ناشی از تلاش خانواده است. البته یک دلیل دیگه هم میارن که این رو باید روش بیشتر بحث کرد. دلیلش این هست که میگن شرایط زندگی و سختی شرایط زندگی باعث شده که در ایران یک مقداری تأثیر بذاره که رشد جمعیت در ایران کم بشه. ولی من به خصوص روی دو عامل اول تأکید میکنم، و در منطقه‌ای که ایران در اون هست تنها ترکیه قابل مقایسه هست با ایران. وقتی ایران رو مقایسه بکنیم با بقیه کشورهای همسایش، میبینیم که سرعت رشد جمعیت در ایران بسیار بسیار کم بوده و این تأثیر بسیار بسیار زیادی خواهد داشت در وضعیت اقتصادی آینده ایران و در ورای وضعیت اقتصادی حتی در مورد وضعیت استراتژیک ایران در منطقه. آقای خاوند، من به این بحث فقر که شما بهش اشاره کردید و مسئله بحث زندگی برخواهم گشت، چون یک مسئله و عامل مهم هست، اما الان میخوام از آقای درویش‌پور در مورد همون بحث زنان بپرسم، چون خیلی روش تاکید شده، چون در سیاست‌های پیشین هم روی وضعیت زنان در ایران حتی تاثیرگذار بوده. بسیاری گفتن که بهتر هست که در سیاست‌های کلی دیدیم که در مجلس در صحبت‌های مقامات مطرح میشه که بهتر هست که از میزان کار زنها کم بکنیم، اینها برن در خانه و به بچه‌آوری و بچه‌داری بپردازن. واقعا چقدر این عامل تاثیرگذاری بوده در بحث جمعیت، و چرا اگر اینطور هست روی نصف از جمعیت یعنی 50% جامعه که زنان هستن به عنوان نیروی کار حساب نمیشه به جای چنین برنامه ریزی؟ ببینید، اول تصدیق کنم من الان بیشتر در دانشگاه میلارد دالن هستم کار میکنم. در مورد سوال شما، در مقاله‌ای در کتاب چالشگری زنان نقش مردان که من گذشته چاپ کرده بودم راجع به جمعیت شناسی زنان، به این چند نکته اشاره کرده بودم که یکی این که سیاست جمعیت شناسی ایران بر مبنای یک ایدئولوژی به اصطلاح بنیادگرایی اسلامی استواره که اصولا تولید جمعیت، گسترش جمعیت و نگاه به مردم رو به عنوان یک به اصطلاح ابزار یا سربازان انقلاب اسلامی میدونه، و از این نظر سیاست تشویق جمعیت در دهه اول انقلاب هم بود، میدونی زمانی که آقای خمینی زنده بودن این سیاست رو تشویق میکردن.
این سیاست از اونجایی که با کاهش میزان اشتغال زنان، با پایین آوردن سن ازدواج، با در واقع برچیدن قوانین حمایت خانواده که قبلا وجود داشت و با سیاست‌های مثلا آپارتاید جنسیتی، جدایی جنسیتی و تشویق باروری به طوری رسید که ایران در یک دهه بعد از انقلاب یک بالاترین میزان رشد جمعیت رو داشت. اینطوری نیست که بعد از در واقع دوره حکومت پهلوی ما فقط سیر پایین رو داشته باشیم. اما چه شد که تو این دوره که بعد از یه دوره‌ای که سیاست کنترل جمعیت صورت گرفت، چرا امروز هرچی حکومت تلاش میکنه موفق نمیشه در واقع این کار رو بکنه؟ ببینید یک نکته بسیار مهم، شکاف بین باورمندی ملت با این حکومته. یعنی اگه در دهه اول انقلاب تنوز تحت تاثیر در واقع مشروعیتی که حکومت در اون دوره در نظر اکثریتی از جامعه داشت چنین بود که مردم شاید این کار رو انجام میدادن، امروز یک بیباوری مطلق وجود داره به ارزش‌های نظام، به حاکمیت، به مسئولین. هرچی اونا تبلیغ میکنن مردم عکسش رفتار میکنن. این یک نکته. در مورد تحصیل زنان، قطعا هم تحصیل زنان هم میزان اشتغال بالاتر زنان نقش مهمی داره در کاهش باروری. در همه جای دنیا اینطوری هستش، اما در ایران فراموش نکنیم که امروز زنان نیمی از میزان اشتغال کار رو ندارن، بلکه در حد اکثر حدود 14-16% بازار کار رو زنان تشکیل میدن. اما به رغم این یک خودآگاهی جنسیتی رشد کرده در جامعه، در زنان یک فردیت شکل گرفته که مردم، زنان و مردان هر دو بیشتر از اون که به فکر به اصطلاح باروری باشن، به فکر متحقق کردن خودشون و گسترش این فردیت هستن. این فردیت به ویژه در مورد زنان نقش برجسته تری پیدا کرده به دلیل خودآگاهی جنسیتی و این باعث شده به رغم تشویق‌های حکومت، پایین بودن سن ازدواج از نظر قانونی، ولی مردم سن بالاتر ازدواج میکنن و بیشتر به تحصیل توجه میکنن و به متحقق کردن خودشون و به این ترتیب مسیری که این خودآگاهی جنسیتی، این فردیت در جامعه شکل بخشیده درست چالشی است علیه ارزش‌های نظام و باعث میشه هرچی تبلیغ هم میکنن هیچ اثرگذار نیست و نرخ جمعیت اینقدر پایین هست که امروز شاهدش هست. بحث مهم دیگه در واقع گستره ایران بحث این هست که چقدر این کشور اصلا به لحاظ زیست بومی میتونه پذیرای جمعیت بیش از این باشه. خانم بهرامی، ما مصاحبه ای رو میدیدم که در اون گفته شده بود حدود 200 میلیون نفر هم میتونن در زیست بوم ایران زندگی بکنن و مسئله آب مسئله ای نیست که نشه حلش کرد. اما از طرف دیگه همین دیروز ما دیدیم که باز اختلافات سر مسئله آب در مرکز ایران بالا گرفته. 19 نماینده داره اصفهان، 18 نفرشون استعفا کردن در انتقاد به همین قضیه. فکر میکنید واقعا چقدر ایران امکان داره، دو تا کبیر بزرگ داره، بخشای گستردهش کوهستانی است، چقدر واقعا امکان داره که جمعیتش رشد بکنه در حدی که مقامات میخوان؟ ما یه توان سرزمینی و یه توان اکولوژیستی برای هر اقلیمی داریم. طبیعتاً اینا فاکتورهای خیلی پیچیده‌ای هستن، فقط مرتبط به محیط زیست نیست، رشد جمعیت، توسعه، اینکه چطور توسعه پیدا بکنه یه سرزمینی، چطور جمعیتش پراکنده شده باشن بیشتر از اینکه افزایش یا کاهش پیدا کرده باشن، فاکتورهای خیلی پیچیده‌ای هستن، خصوصا که تو زمان طولانی بخوایم اونو بررسی کنیم. اما اگه ساده بخوایم بکنیم، موضوع اینه که وقتی به جمعیت افسوده بشه قاعدتا ما به منابع جدید نیاز داریم. این منابع هم شامل منابع آب میشه، هم شامل منابع انرژی میشه، هم شامل منابع غذایی میشه که امنیت غذایی در واقع نسل آینده داشته باشه. و ما میتونیم که وضعیت ایران حداقل در همین سه تا مورد خیلی ساده وضعیت خیلی پیچیده در حال حاضر. حتی اگه ما همین فاکتور انرژی رو در نظر بگیریم که توش به شکل معنیداری قوی تر از بقیه هستیم، یعنی انرژی فسیلی دسترسی داریم مرتبا از منابع انرژی استفاده میکنیم که تجدیدناپذیر هستن، رو به در واقع داریم هزینه میکنیم اون رو برای امرار روز حکومتمون و در واقع روز کشور رو باش میگذرونیم. به نوعی سرمایه گذاری نکردیم برای اینکه بخوایم برنامه‌ای داشته باشیم برای کاهش استفاده از سوختهای فسیلی، استفاده از انرژی تجدیدناپذیر مثل خورشید، مثل انرژی باد. این خودش یه فاکتور خیلی مهمه و مسئله مهمم همین موضوع
موضوع آبه. مثلا ما در مورد موضوع آب تا همین امروز بیشتر از 70-80% منابع آبی زیرزمینیمون رو استفاده کردیم که به سختی تجدید میشن و بخشی از اون اصلا تجدیدناپذیره. ما تمام منابع آبیمون رو در حتی حقابه‌ای که مرتبط با طبیعت بوده که منجر شده به در واقع سرنوشتی که امروز تالاب‌ها باش مواجه هستن، دشت‌های ایران باش مواجه هستن، بخش کشاورزیمون به شدت آسیب دیده، برمیگرده به این زیاده خواهی و نگاه مصرفی که در واقع در سیستم قانون و حکومت و سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در ایران وجود داره. به این ترتیب من فکر می‌کنم که ما اون پتانسیل سرزمینی عددی وجود داره که میگه توان اکولوژیستی ایران در واقع حدود 60 میلیون نفره. تازه اگر تمام شهروندای ایران توی میانگین مصرف در واقع سرانه میانگین مصرف نزدیک به سرانه میانگین مصرف جهانی وای میستادن، یعنی ما آب و 4-5 برابر استاندارد جهانی مصرف نمی‌کردیم، 9 برابر اروپا زباله تولید نمی‌کردیم، یعنی حتی اگر ما یه شرایطی نزدیک به یه استاندارد جهانی حرکت می‌کردیم، وضعیتمون باز هم به یه شرایط خیلی شکننده‌ای میرسه با این حدود 80 میلیون جمعیت. اما دو تا موضوع خیلی مهم مطرحه که مثلا ما دو تا شاخص بین‌المللی مثل شاخص توسعه پایدار یا شاخص رفاه داریم که نشون میده به طور کلی ما چه برنامه‌ریزی‌هایی در دراز مدت برای رفاه شهروندامون داشتیم. برنامه‌ریزی داشتیم برای جمعیت نسل آینده که اینا دسترسی در واقع عادلانه‌ای به امکانات داشته باشن و یه توسعه پایدار بتونه تضمین بکنه و تضمین بکنه زندگی نسبی اونها رو. فقط در همین شاخص رفاه میتونم بگم که در کشورهای منا که 18 تا کشورن و شرایط جغرافیاییشون دسترسیشون به منابع فسیلی مثلا گاز و نفت تقریبا و همین وضعیت بیابانی نیمه بیابانیشون مشابه ماست، ما کشور 15 هستیم و این نشون میده که چقدر وضعیت در واقع ایران حتی در میان کشورهای همسایه‌اش به لحاظ سیاست گذاری و سرمایه گذاری استفاده از منابع طبیعی وضعیت در واقع روی خط قرمز و وضعیت اصلا اسفباریه. آقای مدنی، آیا این سیاست‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی در ایران در سال‌های گذشته غلط بوده که خب میدونم که خیلی ها معتقدن غلط بوده، یا اینکه این روند محتوم بوده و هیچ راهی به غیر از این نبوده با توجه به جمعی شرایطی که در این برنامه شمرده شد؟ به نظرم پاسخ در واقع گزینه دوم شماست، یعنی سیاست های توسعه اجتماعی مثل همونی که اشاره شد، افزایش تحصیلات زنان، میزان آگاهی عمومی نسبت به اصطلاح حقوق فردی و اجتماعی و مسائلی از این نوع تا حد زیادی طبیعتاً ارزش‌ها و نگرش‌های جامعه ایران رو تغییر داده. این تغییر ارزش‌ها و نگرش‌ها فقط علاوه اینکه در سطح عمومی صورت گرفته، در سطح گروه‌های سنی جوان‌تر خیلی شدیدتر بوده، یعنی به نوعی واگرایی منجر شده نسبت به ارزش‌ها و نگرش‌های رسمی و ارزش‌ها و نگرش‌هایی که خاستگاه گروه‌های سنی جوان بوده. تبعات این گونه به اصطلاح تغییرات که میشه در یک اشل کلی تغییرات اجتماعی بهش اشاره کرد، موجب میشه که به طور قطع رفتارهای به اصطلاح جامعه تغییر بکنه. به این ترتیب میشه گفت که موقعی که ظرفیت نیروی انسانی افزایش پیدا میکنه، نیروی انسانی با توانایی بیشتر مخصوصا در زنان تقویت میشه، باید انتظار داشت که رفتارها هم تغییر بکنه. یکی از این وجوه رفتارهای مربوط به باروریه. مثلا ما حتی در مورد تمایل به ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج هم با پدیده جدیدی مواجه هستیم، یا با پدیده افزایش طلاق مواجه هستیم که به نوعی همه اینها در مجموع در تأثیر میذاره بر وضعیت جمعیتی ما. بنابراین در کل میشه گفت که با این فرایندی که طی شده و به طور مشخص وجوه مثبت تحولاتیه که رخ داده، از جمله افزایش تحصیلات، افزایش سهم زنان در ورود به تحصیلات عالی، یعنی الان در 3 از 4 گروه تحصیلی، یعنی غیر از گروه ریاضی، در گروه تجربی، هنر و در واقع انسانی
سهم خانمایی که وارد دانشگاه شدن بیشتر از آقایون هست. طبیعتاً درست فرمایید آقای مدنی، ولی خب اینهایی که شما برشمردین نشون دهنده توسعه اجتماعی یک جامعه است. اما از طرف دیگه بعضی از منتقدان وضعیت فعلی جمعیت در ایران نگران پیر شدن جمعیت و تبعات اون هستند در سالهای آتی. میدونیم که این موزلی است که فقط ایران باهاش روبرو نیست، خیلی از کشورهای دیگه هم ممکنه نگران این مسئله باشن. چقدر این مشکل برای ایران در حال حاضر جدی هست؟ چقدر واقعا مسئله مقامات این هست؟ چقدر ممکن است چیزهای دیگری باشه؟ اجازه بدید به این نکته اشاره بکنم که سه تا دیدگاه نسبت به افزایش جمعیت وجود داره. یکی دیدگاه بدبینانه مالتوسیه که میگه که افزایش جمعیت متناسب با به اصطلاح تولیدات برای تامین اون جمعیت نیست. یکی دیدگاه خوشبینانه روزنتره که در واقع میگه که آن که دندان دندان دهد. و یک گرایش سوم که میگه که حد متناسب جمعیت برای هر جامعه‌ای متناسب با وضعیت اقتصادی اجتماعی و توسعه اون جامعه هست. واقعیت اینه که در شرایط موجود، یعنی همین شرایط، با جمعیت حدود 80 میلیون نفر مدیریت درستی این جمعیت نمیشه، با هزاران مشکل مواجه، وضعیت اجتماعی و شاخصایی وضعیت اجتماعی نامطلوبه، وضعیت نابرابری نامطلوبه، فرایند تولید و شاخصای تولید و توسعه عقب هستش و در مجموع جمعیت که الان وجود داره در واقع جمعیت به اصطلاح قابل قبولی نیست، یعنی ویژگی های قابل قبول نداره. در واقع حتی اونایی که خوشبینن نسبت به نقش جمعیت تأکید میکنن که جمعیت اقتدار آور، جمعیت مقتدر، جمعیت توانمندی که میتونه به توسعه یک کشور کمک بکنه، یعنی جمعیت که نیروی انسان ماهر داشته باشه، احساس تعلق هویت ملی و اجتماعی داشته باشه و در یک نظام تولید و پویا حضور داشته باشه. خب در همین شرایط موجود هم جمعیت 80 میلیونی ایران با یک بسلا وضعیت نابسامانی مواجهه. حالا اگر که در این شرایط بخواد جمعیت افزایش پیدا کنه، طبیعتاً ما مواجه میشیم با بسلا پایین اومدن شاخصهای رفاه و طبیعتاً افزایش فقر، نابرابری و خیلی مسائل دیگه. بنابراین پاسخ به این که آیا جمعیت مشکل، یعنی افزایش جمعیت با موافقت کنیم یا مخالفت کنیم، میگیم متناسب با وضعیت موجود و شاخصهای اقتصادی اجتماعی. ضمن این که یک نگرانی میشه به اصطلاح توجه کرد و اون اینه که مطالعات نشون داده که در صورت که روند موجود ادامه پیدا کنه تا سال 1430 طبیعتاً سهم جمعیت سالمند از کل جمعیت افزایش پیدا میکنه. الان حدود 20 به اصطلاح 23 درصده که این پیشبینی شده که ببخشید سهم جمعیت کمتر از 14 سال کاهش پیدا میکنه، الان حدود 23 درصده، برآورد شده که به 20 درصد میشه. و سهم جمعیت سالمند که حدود 6 درصده، یعنی جمعیت 65 سال به بالا، به حدود 16.5 درصد میرسه. خب اینجا این نگرانی داره، اما حل مسئله جمعیت بدون توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی، توسعه اقتصادی اجتماعی خطای بزرگیه و نمیشه که فقط با افزایش جمعیت فکر کرد که مسئله یک کشور رو میشه حل کرد. آقای خاوند، اشاره کردید شما در بحث قبلی به همین بحث رفاه و توسعه اجتماعی، بحثی که خیلی ها مطرح میکنن، میگن آقا فقر نیست که دلیل کم شدن باروری است. تجربه نشون داده، تجربه خود ایران در سالهای جنگ نشون میده که اتفاقا مردم در شرایط بحران و فقر هم ممکن است که به بچه‌آوری بیشتر رو بیارن که میارن. خیلی از کشورهای فقیرتر جمعیت بیشتری هم دارن. اون عامل اصلی که باعث میشه که افراد نرن سراغ باروری بیشتر چه هست؟ میدونیم که به هر حال مسئله اقتصادی الان در ایران یک مسئله هست، اما واقعا آیا این تنها مسئله ای که باعث میشه که افراد تصمیم بگیرن بچه دار نشن؟ ببینین حق با شماست. اگر ما فقط فقر رو در نظر بگیریم، میبینیم که خیلی از کشورهای آفریقایی بسیار فقیرند و رشد جمعیت هم در اونها بسیار زیاده. در ایران این مسئله است که در همزمان ما شاهد افزایش باسوادان هستیم،
به خصوص در میان زنان که نقش مهمی داره در مسئله باروری، و در این حال عدم امنیت، فقر، ترس از آینده هم وجود داره. و بنابراین یک فرد آگاه و باسواد وقتی که با این مسئله روبرو میشه، طبعا تردید زیادی داره در به اصطلاح زایمان و فرزند داشتن. و این مسئله رو باید دوتاش رو با هم در نظر گرفت و این وضعیت فعلی ایرانه. در مورد اینکه اصولا مسئله جمعیت در ایران به خصوص در رابطه با رشد اقتصادی چگونه باید مطرح بشه، جمعیت شناسان معمولا، ببخشید، اقتصاددانان به صورت انتزاعی میگویند که با هر فردی که به دنیا میاد، هر بچه‌ای که به دنیا میاد، یک دهان هست و دو بازو، و نتیجه میگیرن که اون دو بازو به هر حال میتواند جواب بده و رشد اقتصادی رو تضمین بکنه. مسئله بر سر این در مورد ایران که مطرحه اینه که بازوها زیاده، ولی به دلیل عدم برنامه ریزی، به دلیل عدم سرمایه گذاری، وضعیتی به وجود آمده که در حال حاضر افزایش جمعیت باعث نشده که وضعیت برای مردم ایران مساعد باشه و ترس در مورد آینده افزایش پیدا کرده. البته این نکته هم حضورتون عرض بکنم که جمعیت ایران در فاصله حدود یک قرن تقریبا 8 برابر شده، از 10 میلیون به 80 میلیون نفر رسیده، ولی با این همه این 80 میلیون در وضعیتی بسیار بسیار بهتر از 10 میلیون یک قرن پیش زندگی میکنند. و به همین علت است که میشه گفت افزایش جمعیت عامل فقر نیست. ولی در مورد آینده باید هوشیار بود و این مسئله رو بدون وارد شدن، بدون سیاسی کردن، مسئله جمعیتی رو نباید سیاسی کرد. این مسئله که آیا در وضعیت فعلی با توجه به شاخصهای جمعیتی ایران به طرف پیری میره و این چه تأثیری داره در نه برای 10 سال و 15 سال آینده، بلکه برای 50 سال، 100 سال آینده، این مسئله رو باید به صورت جدی در نظر گرفت. چون ممکنه ما در اون شرایط برخورد بکنیم به کشورهایی مثل ژاپن در حال حاضر که بسیار پیشرفته هستند ولی با پیری جمعیت روبرو هستند، یا چین که سیاست یک فرزند رو تحمیل کرد در یک موقعیتی و در حال حاضر به این نتیجه رسیدن که این سیاست غلط بوده و باید برن به طرف 2 فرزند. این مسائل رو باید خیلی خیلی جدی تلقی کرد، و فقط به خاطر اینکه آقای خامنه ای یا کسی دیگه ای هوادار افزایش جمعیت در ایران هست، با این مسئله نباید در افتاد. مسئله جدیتر از اون مسئله دیگه، مسئله بازه زمانی هست که برای یک همچین بحثی برنامه ریزی میشه. الان به نظر میاد که یک ترس عمومی در بسیار از کارشناسا، دنبال کننده های مسائل ایران هست، راجع به همین مسئله پیر شدن جمعیت و اینکه بالاخره تکلیف این جمعیتی که داره به رو به پیری میره چی میشه. ولی خب مثلا یادتون میاد که در اوایل دهه 70 شمسی دقیقاً برعکس بود، اینکه حالا این جمعیت اومده اینقدر به دانشگاه حالا احتیاج داریم، به کار احتیاج داریم، به مسائل مختلف. آقای درویش پور، نظر شما در چه بازه زمانی برای جمعیت باید برنامه ریزی کرد؟ میدونیم که مثلا در بازه زمانی کوتاه نمیشه برای یک همچین بحثی فکر کرد. ببینید، من اول یه نکته رو بگم در مورد این که نسبت به مسئله برنامه ریزی سیاست جمعیت، ما نمیتونیم فراموش بکنیم که روش‌های پلیسی پاسخ نمیده، یا اگر پاسخ بده به هر حال برای جامعه نظیر ایران پاسخ نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه بحث افزایش سطح توقع یه بحث جدی است. همونطور که اشاره شد، اگر ما در نظر بگیریم که توقع ملتی از زندگیشون بالا بره، به کیفیت زندگی بیاندیشن، خود این باعث میشه که در روند به اصطلاح رشد جمعیتی تأثیر میگذاره، و این تأثیر اتفاقا تأثیر منفی است اگر شرایط بهتری فراهم نشه. یعنی چی؟ در خود همین کشورهای اروپایی دموکراسی هم هست، خیلی امکانات هم هست، مسئله پیر شدن جمعیت یک سوال این جامعه هست. درسته. ولی دولت که نمیتونه با مجبور کردن به اصطلاح مردم رو تشویق به اصطلاح بچه دار بشه کردن بکنه، بلکه شما باید برای مثال سیاست‌های حمایتی بگذارید که بچه دار شدن بیشتر، رشد باروری به گسترش فقر منجر نشه. یعنی مثلا در خود سوئد اگر شما 2 تا بچه پشت سر هم داشته باشید، از یک سری امتیازاتی برخوردار میشید که خود این باعث میشه که مشوقی بشه مثلا برخی بخوان به تک فرزندی قناعت نکنن.
در خب مورد ایران سوئد که اصلا کعبه آمال کسانی هست که میخوان بچه دار بشن، خیلی در بسیاری کشورهای اروپایی هم سوئد رو مثال میارن، ولی بحث دیگه اینه که خب آیا یک کشوری امکان این رو داره که چنین هزینه هایی رو بکنه؟ مثلا ایران در شرایط فعلی چنین امکانی نداره؟ نه، چه امکانشو داره خانم، قطعا داره. شما کافی سیاست های بودجه کشور که هزینه های وحشتناکی برای مثلا فرض کنید نیروهای نظامی در سوریه و لبنان خرج میشه، یا چقدر فسادهای مالی گریبان جامعه رو گرفته، امکانات اجتماعی، توزیع عادلانه امکانات اجتماعی به خصوص با یک پرسپکتیو به اصطلاح جنسیتی، یعنی تقویت موقعیت زنان، فوق العاده نقش داره در این که ما بتونیم سیاست‌های جمعیت شناسی رو نه به زور و یا ارشاد، بلکه بتونیم زمینه بهتری رو فراهم بکنیم. یه نکته دیگه خیلی مهمه در این مورد خواستم بگم، مسئله مهاجرت، سیاست‌های مهاجرتی است. ببینید این تو در خود اروپا بخشی از مسئله بسیار پیر شدن جمعیت، فقدان نیروی جوان و یا کمبود در بازار کار رو از طریق سیاست مهاجرت حل و فصل کردن. ولی ما در جامعه ایران مثلا 1 میلیون جامعه افغانی تبار داریم که نه به حاشیه رانده میشن، استفاده نمیشن به عنوان نیروهای باربر در جامعه، و بعد خیلی از اونها سعی میکنن حتی از کشور جوانانشون فرار کنن بیان به کشورهای دیگر. چرا اینطور هست آقای درویش‌پور؟ چرا ایران میترسه؟ چون به نظر میاد این مرمر که میخونید میبینید که اصلا در صحبتهایی که مطرح میشه خیلی نگران این هستند که مهاجران بیان و بخوان نیروی کار آینده ایران بشن. این نگرانی از کجا میاد؟ اساسا من از یه سیاست نجات پرستانه است، یعنی اصلا مهم نیستش که استدلالش پشتش چیه. شما مثلا دیدید خانم مرکل در خود آلمان تو بدترین دوره پناهجویی برگشتن گفتن 700 هزار تا جمعیت رو آلمان جا داره، گرچه یه سری بهش انتقاد کردن، ولی اون رو از کجا در آورده بودن؟ چون دیده بودن که کارشناسان اقتصادی و اجتماعی معتقدن که حداقل باید 700 هزار نیروی کار جوان بیاد توی اون جامعه تا بالانس بازار کار و به اصطلاح تجدید تولید رو جبران بکنه. از این نظر اگر ما یک سیاست تنگ نظرانه ناسیونالیستی نداشته باشیم یا سیاست راسیستی نداشته باشیم، مهاجرت یکی از ابزارهایی است که و در واقع دخیل کردن نیروی کار جوان مهاجرین به جای که اینا فرار بکنن از مثلا ایران میان به کشورهای دیگر، اگر شرایط مناسبی رو به لحاظ اقتصادی، توسعه اقتصاد، سیاست عادلانه تری داشته باشیم برای برنامه‌ریزی هم کوتاه مدت هم دراز مدت، به نظر من هم در حوزه سیاست مهاجرتی، هم در حوزه توسعه اقتصادی، هم در حوزه سیاست‌هایی که در واقع حمایت از زنان رو تقویت بکنه که اگر بچه دار خواستن بشن به سبب با فقر و یا اینکه تباه میکنن آینده خودشون روبرو نشن، اینها کمک میکنه. ما نیازمند یک سیاست فعال فمینیستی ضد نژاد پرست و سیاست توسعه اقتصادی عادلانه هستیم برای اینکه جمعیت رو بتونیم به گونه ای به اصطلاح متوازن رشد بدیم و نه با بحران رشد منفی روبرو بشیم، نه با این روش های پلیسی یا ارشادی ایدئولوژیکی که حکومت تلاش میکنه و به نجم نمیرسه. خانم بهرامی، نگرانی عمده بخش که عمده ای از کسانی که میگن ایران جای این همه جمعیت رو نداره، میگن ببینید شهرهای بزرگ جای نفس کشیدن نیست، امکانات همونطور که اشاره کردم آب نیست، امکانات تولید غذا برای این جمعیت وجود نداره. شما هم اشاره کردید که این مشکل عدم برنامه‌ریزی صحیح ظرف دهه‌های گذشته است. آیا از این نقطه میشه برگشت؟ آیا میشه برنامه‌ریزی صحیح کرد و امکانی فراهم کرد که، چون همونطور که شنیدیم به نظر میاد که مسئله جمعیت و زیاد شدن جمعیت یک مسئله هست که کارشناسا هم براش دلیل میارن و نگران این هستن که جمعیت ایران رو به پیری بره. آیا ایران از این مرحله میتونه برگرده و برنامه‌ریزی صحیح زیست بومی بکنه؟ ببینید، من با یه مثال عددی توضیح میدم این موضوع را. اینکه ما سال 1375 نسبت جمعیت شهری و روستاییمون 40-60 بود، یعنی 40% جمعیت ایران میتونستن مواد غذایی تولید بکنن و به هر حال یه بخش تولیدگر بودن، از جمله استانهایی که بخش روستایی قدرتمند و قوی تری دارن اکثرا در مناطق مرزی ایران هستن، خب به هر حال یک امنیتی هم فراهم میشد و از طرفی
ما اون در واقع نگهداری از سرزمین هم به خاطر کشتوکار و زندگی که در اونجا فراهم بود و وجود داشت داشتیم، مثل مسئله که الان با بیابانزایی داریم و مسئله که الان با تبدیل شدن روستاهامون به کانونای ریزگرد داریم چون تخلیه شده از جمعیت. تمام اینا به هر حال زیر شعای زندگی روستایی سالم پیش میرفت. اما امسال همین سال بعد از گذشت 20 سال ما با یه جمعیت 75 به 25 مواجه هستیم، یعنی بخش زیادی از این جمعیت روستایی ما به شهرها مهاجرت کردن. کما اینکه خب ما میدونیم که در از 20 سال امکانات خیلی خاصی هم فراهم نشده، زیرسازی هم اتفاق نیفتاده برای شهرها، اینا تبدیل شدن به حاشیه نشین هایی در اونجا با یه سری امکانات خیلی محدودی برای زندگی. به این ترتیب ما در واقع هم پروسه امنیت غذا، هم پروسه حفظ زمین، هم پروسه در واقع نگاه پایدار به تو پراکندگی جمعیت رو در ایران باش به مشکل جدی مواجه هستیم. به این ترتیب وقتی که ما در مورد یه اقلیمی صحبت میکنیم نمیتونیم بگیم که خب خالی شدن از جمعیت، از دست رفتن این تالاب، به هر حال از دست رفتن در واقع آبای زیرزمینی که منجر شده به فرسایش خاک و تمام اینها که الان در این نقطه وجود داره، ما بیایم اینو یکی یکی تغییر درش بدیم، یکی یکی جبران بکنیم، مثلا اون حقابه اون طبیعت رو بهش برگردونیم، اون روزهایی که به اون تالاب میرزه رو رایروبی کنیم، روستایی رو تشویق کنیم برگردن. این پروسه به کم کم اتفاق افتاده و امکان نداره که وقتی طبیعت به یه نقطه شکننده‌ای با این وضعیت میرسه، وقتی که روستایی در واقع مجبور به مهاجرت میشه و وقتی شهرها با یه همچین شرایط شکننده‌ای مواجه هستن، همونجوری دوباره به عقب برگرده. و از طرف دیگه نکته مهم اینه که یه نگاه به این در واقع ملی و یه نگاه در واقع ترمیمگر و یه نگاهی بهینه کردن وضعیت موجود هم در سیستم مرکزی وجود نداره، نه در قانون نه در مهمتر از اون تخصیص بودجه. به خاطر همین ما با یه توسعه عدالت زدایی در واقع مواجه هستیم که یه نگاه مصرفی به طبیعت داره، یه نگاه مصرفی فقط به شهروندان داره و هیچ برنامه‌ای برای آینده نداره، فقط جز اینکه منابع رو برای روزگذران اون شهروندا تامین بکنه، مصرف بکنه و حتی باج بده به ساکنین برای اینکه خب به هر حال امکانات رفاهی نتونسته براشون فراهم کنه، یه جا معدن رو ببخشه، یه جا زمین رو ببخشه، یه جا اجازه در واقع اینو بده که کشاورزی در این منطقه که قبلا جزو در واقع مناطق حفاظت شده بوده انجام بشه. به این ترتیب ما خیلی دشواره که بخوایم با جبران این وضعیت برگردیم به عقب، چون نه سرمایه‌شو در حال حاضر داریم، نه برنامه نگاه ملی و برنامه کلی براش وجود داره، نه سیاست دولت مرکزی اینه. به این ترتیب من فکر نمی کنم که ما بتونیم با جبران کردن مسائلی که ما رو به این نقطه رسونده، الان که تمامی مشکلات هم با هم ترکیب شده، یعنی فقط مسئله آب نیست، مسئله اینه که ما یه اقتصاد پایداری تو حوزه روستاییمون نداریم، فقط به فکر یه در واقع تولید تک قطبی تک محصولی در فضای روستاییمون بودیم، امکاناتی برای فضای شهری در نظر گرفته نشده. به نظر من به دشواری و در حداقل در این زمان میان مدت و طولانی مدت خیلی سخت میبینم که بتونیم جبران بکنیم وضعیت موجودان. آقای مدنی، به هر حال الان به نظر میاد که این سیاست جمهوری اسلامی هست برای افزایش جمعیت، اون طرح 14 ماده‌ای آقای خامنه‌ای، دستور 14 ماده‌ای آقای خامنه‌ای صادر شده، در مورد این قوانینی وضع شده، بسیاری از امکانات پیشگیری از بارداری که مجانی بود حذف شدن. به نظر شما اون چیزی که الان انجام نمیشه و اگه انجام بشه ممکن هست جامعه رو ببره به سمت اینکه تن بده به اینکه خواسته جمهوری اسلامی انجام بشه چی هست؟ فکر میکنید اون سیاست هایی که آقای درویش پور بهش اشاره کردن، سیاست های تشویقی که در بسیاری از کشورهای اروپایی میبینیم وجود داره، قابل اجرا هست در ایران و اجرا نمیشه؟ در مورد سیاست هایی که برای برنامه جمعیتی در نظر گرفته میشه، دو جور مداخله صورت میگیره. یکی مداخلات مستقیمه، مثل همین سیاست های تشویقی، دادن مرخصی های بلند مدت برای کسایی خانمایی که زایمان میکنند، یا کمک های مالی، یا دادن وام و امثال اون، که به میزان تاثیرش بسیار کمه، مخصوصا در شرایطی که وضعیت اقتصاد اجتماعی هم نامطلوب باشه، یعنی اساسا نمیتونه جبران کنه هزینه های ناشی از به اصطلاح فرزندآوری رو. یه دسته عوامل غیر مستقیم هستن که اتفاقا تعیین کننده تر هم هستن، نقش مهمتری دارن در اصلاح رفتار باروری. برای مثال افزایش رفاه
و به اصطلاح کاهش فقر و نابرابری طبیعتاً فضای ایجاد میکنه که میتونه که روی تمایل به باروری به اصطلاح تاثیر بگذاره، یا افزایش امنیت، افزایش امید، امید به آینده. اینها به طور مشخص زمینه ایجاد میکنه که به اصطلاح افراد متمایل باشند به فرزند آوری، تامین شغلی و داشتن امنیت شغلی و بسیاری از این عوامل. متاسفانه سیاست‌ها و برنامه‌های موجود عمدتاً متمرکز بر روش‌های مداخله مستقیم که فقط در واقع به نوعی میتونه که در حد سازمان‌های دولتی و سیاست‌های رسمی اعمال بشه و رفتار رو در حوزه عمومی جامعه مدنی چندان تحت تاثیر قرار نمیده. به این اعتبار میخوام اینطور جمع‌بندی بکنم که بدون حل بحران‌های کنونی که جامعه ایران الان درگیرش است، اساساً ممکن نیست که مسئله رفتار باروری رو اونم در کوتاه مدت به اصطلاح حل کرد و تغییر داد. امنیتی کردن خود مسئله جمعیت در واقع میشه گفت که وضعیت رو هم به مراتب بدتر میکنه، یعنی امکان گفتگو و بحث راجع به موضوع رو در بین جامعه شناسا، جمعیت شناسا، اقتصاددانان و سایر افراد صاحب نظر فراهم نمیکنه و برای همین سیاست‌های غلطی دنبال میشه که یا هزینه‌های گزافی در مورد سیاست‌های غلطی اعمال میشه که قطعاً نتیجه نخواهد داد و وضع رو دگرگون نخواهد کرد. از یک سوی دیگه اجازه میخوام اشاره کنم که چه افزایش ناگهانی و سریع جمعیت و چه کاهش جمعیت پیامدهایی داره. به اون اشاره کردن، کاهش جمعیت همونطور که گفتید موجب پیری و بی‌نشاطی جمعیت، عدم رشد و توسعه اقتصادی و آسیب‌های اخلاقی و تربیتی میشه. خب اینا رو گفته شده، ولی از اون ور هم افزایش و رشد جمعیت میتونه موجب فقر و مصرف زدگی بشه، بیکاری بشه، بحران‌های زیست محیطی بشه و به اصطلاح بزهکاری و جرم اجتماعی رو افزایش بده، مهاجرت شهرنشینی رو گسترش بده و بسیاری از این مسائل. حالا ما در شرایطی وجود داریم، حاضریم و داریم زندگی میکنیم که یک سری عوامل تشدید کننده این پیامدهای نامطلوب هر دوی اینها هم هست، مثل اشاره کردم به مسئله زیست محیطی و مسئله خشکسالی، فرسایش خاک، نرخ بالای بیکاری، نابرابری و فقر نسبتاً بالا، بحران مسکن و بالاخره تحریم ها. مجموعه این شرایط نشون میده که به سادگی نمیشه از این وضعیت خارج شد. پس بنابراین اگر بخوام جمع‌بندی بکنم میتونم بگم که بدون پاسخ جدی به بحران‌های کنونی اقتصادی اجتماعی، بازسازی و اصلاح ساختاری برای تغییر روندهای موجود، نه تنها این رفتارهای به اصطلاح باروری تغییر نمی‌کنه، بلکه عمیق‌تر هم خواهد شد و تغییر اون به سادگی دیگه ممکن نیست. آقای خاوند، محمد جواد محمودی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا اقیانوسیه که حدود 6-7 سال پیش باشی مصاحبه شده، گفته باید رشد جمعیت ایران 2.1 باشه. الان اشاره کردم الان 1.1 و خب اگر این 2.1 نباشه، خطراتی حالا برشمردن که ایران رو در آینده در 20 سال آینده تهدید میکنه. شما فکر میکنید این عدد و رقم عدد و رقم منطقی هست، یا اینکه اصلا میشه به یک رقم منطقی در شرایط فعلی ایران رسید و گفت این عدد باید این باشه رشد جمعیت تا درست بشه، بنابراین برنامه‌ریزی کنن برای اون عدد؟ ببینین، تعیین یک هدف برای رشد جمعیتی ایران، اون هم با ممیز، کار بسیار بسیار دشواری اگر غیر ممکن نباشه. ولی به هر حال مسئله ای که مردم ایران، کارشناسان ایرانی، سیاستمداران ایرانی باید بهش توجه بکنن اینه که به هر حال پیری جمعیت اگر شتاب بگیره و اگر اونجوری که آمار سازمان ملل متحد میگوید بر اساس یک سناریو اینکه جمعیت ایران از سال 2050 به بعد رو به کاهش میره و وضعیتی به وجود میاد که در سال 2100 ایران
حدود 73 میلیون جمعیت داره و عراق دو برابر این جمعیت خواهد داشت، طبعا مسائل بسیار زیادی رو برای ایران مطرح میکنه. پیری جمعیت خبر بسیار بسیار خوبی است برای ایرانی ها. این نشون میده که طی 100 سال گذشته به رغم جنگ اول، جنگ دوم، حوادث و رویدادها، انقلاب اسلامی، جنگ با عراق، در مجموع امید به زندگی افزایش پیدا کرده. ایرانی ها 20 25 سال 30 سال بیشتر از گذشته زندگی میکنن و این خبر بسیار خوبی است، به شرط اینکه برای پیر شدن جمعیت و همینطور برای بازوهای اضافی که به وجود میاد برنامه ریزی بشه، راه حل هایی پیدا بشه. و در این حال من هم فکر میکنم که باید کاری کرد که جمعیت ایران از این حدی که در حال حاضر هست کمتر نشه. چه کاری باید کرد آقای خاوند؟ اشاره شد به سیاست‌های تشویقی، به اینکه سیاست‌های تنبیهی یا اینکه حالا دستوری جواب نمیده. به نظر شما چه کار باید بکنن؟ ببینید، من البته اعتقاد ندارم که سیاست جواب نمیده در ایران. سیاست در ایران جواب میده، در مورد مسائل جمعیتی جواب میده، کما اینکه در چین جواب داده، در بخشی از آمریکای لاتین جواب داده. در خود ایران هم به هر حال اگر اراده سیاسی نبود از دوران قبل از انقلاب، این تأثیرات جمعیتی به هر حال از اراده سیاسی هم تأثیر میکنه. درست میفرمایید، جمعیت به شدت کاهش پیدا کرد بعد از سیاست جمعیتی، کاهش جمعیت، اما خب اون دلایل و عوامل دیگه هم روش همونطور که صحبت شد تأثیر داشت. اما چرا الان حدود 10 سال هست که صحبت افزایش جمعیت میشه، چرا این بار جواب نمیده؟ ببینین، اولا به خاطر اینکه اونطوری که اونها میگویند، یعنی رهبران جمهوری اسلامی میگویند، در حال حاضر جمعیت ایران واقعا با یک فاجعه جمعیتی و فاجعه پیری روبرو نیست. ولی به این مسئله باید فکر کرد و مهمترین چیزی که در ایران میتونه از حالا راه رو باز بکنه برای روبرو شدن با چالش‌های آینده اینه که اولا در مورد رشد اقتصادی در ایران تأکید بشه و رشد اقتصادی ایران تأمین بشه و به خصوص راهی پیدا بشه برای اینکه جمعیت کهنسال ایران، پیرهای ایران بتوانند از یک زندگی درخور و شایسته برخوردار باشند. این یک ابر چالش بزرگ است در مورد آینده و در همون حال راههایی هم از نظر همون راههایی رو که آقای درویشپور اشاره کردن، حالا در سوئد، در بسیاری از کشورهای پیشرفته این مسئله وجود داره، در ایران هم میشه به این راه ها فکر کرد و اجازه نداد که جمعیت ایران از این سطحی که در حال حاضر هست کمتر بشه. این نیاز داره به تأکید کردن بر رشد اقتصادی ایران و فراهم آوردن زمینه به اصطلاح پیشرفت ایران، با توجه به اینکه در آینده بسیاری از عوامل جدید در عرصه تکنولوژی به خصوص به صحنه خواهند آمد و به ایرانی ها اجازه خواهند داد با ابر چالش هایی مثل مسئله آب به نوع بهتری در شرایط بهتری مواجه بشن، البته اگر وضع سیاست گذاری در کشور به این صورتی نباشه که در حال حاضر است. مسئله جمعیت رو اشاره کردین، نگرانی از این که پیری جمعیت چه عواقبی خواهد داشت، نگرانی از این که اگه جمعیت ایران نسبت به همسایگانش که الان خب به هر حال نسبت به اونها به خاطر افزایش جمعیتی که داره یک قدرت منطقه‌ای داره، ممکن است در آینده این از بین بره و مسائلی از این دست. اما بحث دیگه این هست که آیا واقعا آقای درویشپور میشه مطمئن بود با توجه به جمعی شرایطی که الان داریم که در مثلا 50 سال آینده هم جمعیت همون نقشی را ایفا میکنه که الان داره ایفا میکنه؟ به هر حال عوض شده خیلی از فاکتورها. بله، ببینید، باز میخوام به این نکته اشاره کنم که خود نگاه به جمعیت و باروری فوق العاده مهمه. اگه شما یه نگاه فمینیستی داشته باشید، اگه یه نگاه انسانی داشته باشید، مثلا اینکه کودکی که به دنیا میاد باید از حد اکثر امکانات رشد برخوردار باشه خیلی کلیدی میشه. بنابراین خیلی ها با همین منطق نمیخوام چند تا بچه داشته باشم، میخوام یه بچه داشته باشم با کیفیت بهتری رشد پیدا کنه. در جوامع دموکراتیک کیفیت در واقع زندگی مهمتر از میزان کمیت جمعیت و این به نظرم فوق العاده مهمه تو سیاست جمعیت شناسی، یعنی اصلا تاکید بر این نقطه، به جای اینکه ما تأکیدی کلیدی رو داشته باشیم بر کمیت بیشتر یا کمتر جمعیت. اما از اونجا که این یه نکته واقعی است، جمهوری اسلامی با نگاه شبه توتالیترش به جمعیت نگاهی ابزاری داره، اونا رو به عنوان به اصطلاح سیاهی لشکری برای قدرت نمایی در منطقه میخواد. این نوع نگاه
خب در تقابل قرار میگیره با نگاهی که مردم امروز پیدا کردن و مثلا میخوان خودشونو متحقق کنن، میگن کودک بعد از امکانات خوبی برخوردار بشه. یک دوم این که به مسئله پیری هم به نظر من، من گاهی نگرانم تو این بحث، البته الزاما هیچ کس هیچ منظور خاصی نداشته، ولی پیرهای جامعه بخشی از جامعه هم یک چنین تلقی که نه اتفاقا آقای دوشپور من می‌خواستم خوب اشاره کنم، چون من می‌خواستم اینو روشن بکنم، بحثی که الان صحبت میشه نگرانی از پیری جامعه، بحث در مورد همون چیزی است که آقای خاوند بهش گفتن، اینکه پیر در جامعه با شرایط خوبی بتونه زندگی بکنه، نه اینکه ما پس فردا پیرهایی داشته باشیم، یعنی همین جمعیتی که الان در میان سالی هستن برسن به پیری و بعد هزینه‌های زندگیشون رو نتونن تامین بکنن. بله، من دقیقا منظورم این بود، اگر نقطه عزیمت ما کیفیت زندگی جمعیت باشه، نگاهمون در برنامه ریزی برای میزان باروری، موقعیت سالمندان، در واقع میزان جابجایی مردم از روستا به شهر و غیره، همه تغییر میکنه. و تأکید تمرکز بر سر این میشه که یک سیاستی که توسعه اقتصادی، بهبود محیط زیست، سیاست عادلانه تر در حوزه به اصطلاح اشتغال، تحصیلات، رفاه اجتماعی و سیاستی که جنبه جنسیتی داشته باشه، به ویژه حقوق زنان و کودکان رو تقویت بکنه، این در ایجاد یک کیفیت بیشتر نقش داره. بنابراین اگه از این نظر از من بپرسید، من انقدر نگران کاهش جمعیت ایران نیستم که نگران فقدان کیفیت در این زندگی هستم. بنابراین فکر میکنم توی اون برنامه گذاری اگر به سیاست‌های تشویقی، توسعه اقتصادی، حتی تجدید نظر در سیاست در برخورد به مهاجرت و غیره اشاره کردم، مرادم این بود که ما جامعه رو که نمیتونیم به عقب برگردونیم، نمیتونیم برگردونیم به زمانی که مردم مثلا 7 تا بچه دار بشن یا از شهرها برن به روستا. در کشوری که حاشیه‌نشینی الان 11 میلیون جمعیت حاشیه‌نشین ایران داره، عقلانی ترین رفتار مردم اینه که اتفاقا تو این فقر و بدبختی و این آلودگی محیط زیست و همه نگرانی ها و بیم از آینده نامطمئن بچه دار نشن. بنابراین اگر میخوایم ما این مشکل رو حل کنیم، تأکید میکنم هیچ راهی جز تجدید نظر در مجموعی سیاست هایی که کیفیت زندگی رو در ایران پایین آورده، هم در مورد زنان، هم کودکان، هم کل جامعه و هم سالمندان، جز تجدید نظر در این سیاست ها و یک سیاست به اصطلاح متکی بر دربرگیرندگی، یعنی به جای اینکه حاشیه‌نشینی رو رشد بده، تبعیض علیه مهاجر تباران رو رشد بده، افغانستانی تباران رو رشد بده، ما سعی بکنیم که در واقع میدان بهتری برای زندگی شهروندان ایجاد بکنیم، به ویژه زنان. و این سیاست‌های تجدید نظرهایی که توسعه رفاه و سیاست‌های تشویقی و تسامح‌آمیزتر رو داشته باشه، به نظر من شانس بهتری ایجاد می‌کنه که مستقل از اینکه 50 سال دیگه ما جمعیتمون چند درصد بیشتر یا کمتر باشه، به این سوال کلیدی بتونیم پاسخ دقیق بدیم، آیا از کیفیت درخور برخوردار هستن یا نه. با سیاست‌های جمهوری اسلامی من هیچ راهی نمی‌بینم برای بهبود این موقعیت، مگر اینکه این سیاست‌ها تغییرات اساسی و بنیادی. ممنونم از شما آقای درویش‌پور، آقای خاوند، خانم بهرامی و آقای مدنی، متشکرم که در این بحث جالب شرکت کردید و ممنونم از شما که با صفحه 2 این هفته همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت ما در دسترس شما قرار خواهد گرفت، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید، لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. اگر علاقمند هستید پادکست برنامه رو بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2 مشترک پادکست این برنامه بشید. برنامه در صفحه فیسبوک هم قرار میگیره، facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب و روزتون خوش.